درود بر شما پارسی زبانان سراسر دنیا. به ساند کافه خوش اومدید. لطفاً برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و بعد از فعال کردن علامت زنگوله لایک و کامنت یادتون نره. نیچه. فردریش ویلهلم نیچه، 15 اکتبر 1844، 25 اوت 1900، فیلسوف، شاعر، منتقد فرهنگی، جامعه شناس، آهنگساز و فیلولوژیست کلاسیک بزرگ آلمانی و استاد لاتین و یونانی بود که آثارش تأثیری عمیق بر فلسفه غرب و تاریخ اندیشه مدرن بر جای گذاشته است. در سال 1869 با 24 سال سن به کرسی فیلولوژی کلاسیک در دانشگاه بازل دست یافت که جوانترین فرد در نوع خود در تاریخ این دانشگاه به شمار می رود. در سال 1879 به خاطر بیماری هایی که در تمام طول زندگی با او همراه بود از سمت خود در دانشگاه بازل کناره گیری کرد و دهه بعدی زندگانیش را به تکمیل هسته اصلی آثار خود که تا پیش از آن به نگارش درآورده بود اختصاص داد. او بیماری خود را موهبتی می دانست که باعث زایش افکاری نو در وی شده است. در سال 1889 در سن 44 سالگی قوای ذهنیش را به طور کامل از دست داد و دچار فروپاشی کامل ذهنی گردید. او سالهای باقی مانده عمر را تحت مراقبت مادرش تا زمان فوت او در سال 1897 و پس از آن خواهرش الیزابت فورستر نیچه گذراند و سرانجام در سال 1900 درگذشت. شاکله اصلی نوشته های نیچه از جدل فلسفی، شاعری، نقد فرهنگی و قصه تشکیل شده و در کنار آن به طور گسترده ای نیز به هنر، لغت شناسی، تاریخ، دین و دانش پرداخته شده است. نوشته های او در عین آنکه سرشار از جملات قصار و گوشه کنایه است، شامل مباحث بسیار دیگری همچون اخلاق، زیبایی شناسی، تراژدی، معرفت شناسی، خدا ناباوری و خودآگاهی نیز می شود. بنیانهای اصلی فلسفه او عبارتند از نقدهایی تند علیه حقیقت مطلق در دفاع از منظرگرایی، انگاره آپولونی و دیونیسی، نقدهایی تبارشناسانه بر دین و اخلاق مسیحی و نظریه او در این رابطه تحت عنوان اخلاق ارباب برده ای. تصدیق زیبایی شناسانه ی هستی و وجود در واکنش به پدیده ی فوت خدا و بحران عمیق هیچ انگاری و تعریف سوژه بشری به عنوان تجلیگاه اراده های متنازع و در کشاکش که در مجموع با عنوان اراده قدرت شناخته می شود. نیچه در آثار بعدیش مفاهیم تأثیرگذاری همچون ابرمرد و بازگشت جاودان را مطرح کرد و به طور فزاینده‌ای با قدرت‌های خلاقه فرد به عنوان نیرویی برای غلبه بر پیش‌فرض‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی و نیل به ارزش‌های نو و سلامت زیبایی شناسانه درگیر شد و به غور و تفحص در باب آنها پرداخت. پس از درگذشت نیچه، خواهر او الیزابت متصدی و ویراستار دست‌نوشته‌های او شد و شماری از آثار منتشر نشده او را جهت تطابق با ایدئولوژی ملی‌گرایانه آلمانی شخصیش بازنویسی کرد و در عین حال دیدگاه‌های صریح او را که به روشنی در تضاد با یهود ستیزی و ملی‌گرایی بودند دچار واگردانی و پیچیدگی کرد. آثار نیچه در ویراست‌های چاپی الیزابت به فاشیسم و نازیسم ارتباط داده شد، اما شماری از پژوهشگران قرن بیستم چون این خانشی از آثار نیچه را به چالش کشیدند
و ویراستای اصلاح شده آثار او به زودی عرضه گردید. اندیشه های او در دهه 1960 بار دیگر به محبوبیت رسید و از آن زمان تا کنون تأثیری عمیق بر اندیشمندان حوزه های فلسفه، به خصوص مکاتب فلسفه قاره‌ای همچون اگزیستانسیالیسم، پست مدرنیسم و پسا، ساختارگرایی، هنر، ادبیات، روانشناسی و فرهنگ عامه در قرن 20 و 21 گذاشته است. از مشهورترین عقاید وی نقد فرهنگ، دین و فلسفه امروزی بر مبنای سوالات بنیادینی درباره بنیان ارزش‌ها و اخلاق بوده است. نوشته‌های وی سبک تازه‌ای در زبان آلمانی محسوب می‌شد. نوشته‌های بسیار ژرف، آمیخته با افکاری انقلابی که نیچه خود روش نوشتاری خیش را گزینگویی‌ها می‌نامید. یکی از مشهورترین جملات او خدا مرده است می‌باشد که بحث‌های فراوانی را پدید آورده است. نیچه در 15 اکتبر 1844 در شهر کوچک روکن واقع در لایپزیگ بروس به دنیا آمد. به دلیل مقارن بودن این روز با روز تولد فردریش ویلهلم چهارم پادشاه وقت بروس که در روز تولد نیچه 45 ساله می شد، پدر او که معلم چند تن از اعضای خاندان سلطنت بود نام کوچک پادشاه را بر فرزند خود نهاد. نیچه بعدها بخش میانی نام خود ویلهلم را حذف کرد. والدین او کارل لودویگ نیچه 1813-1849 که کشیشی لوتری و سابقاً یک معلم بود و فرانسیسکا نیچه 1826-1897 یک سال پیش از متولد شدن نیچه در سال 1843 ازدواج کردند. آنها صاحب دو فرزند دیگر نیز شدند. الیزابت فورستر نیچه متولد 1846 و پسری دیگر به نام لودویگ جوزف متولد 1848. زمانی که نیچه 5 سال داشت، پدرش بر اثر یک ناخوشی مزمن مغزی درگذشت. 6 ماه پس از آن، فرزند آخر خانواده، لودویگ جوزف، در 2 سالگی فوت کرد. نیچه پس از آن همراه با خانواده به ناونبورگ نقل مکان کرد. در آنجا با مادر بزرگ مادری و 2 عمه مجرد نیچه زندگی می کردند. پس از فوت مادر بزرگش در سال 1856 به خانه اصلی خود نقل مکان کردند که همکنون به موزه و مرکز مطالعات نیچه بدل شده است. نایجل راجرز و میل تامپسون در کتاب فیلسوفان بدکردار نشان می دهد که نیچه دائما بیمار بوده و سردرد داشته و اگر بر اثر بیماری سفلیس نمی مرد می شد نتیجه گرفت که او در هنگام فوت هنوز پسر بوده است. نیچه چند مورد به زنانی مثل لو سالومه و کازیما واگنر ابراز عشق کرده بود، اما همه این موارد با تلخی پایان یافت و مخصوصاً خیانت لو سالومه و دوستش پول ری به او ضربه بسیار محکمی وارد آورد که بیماری او را تشدید کرد. در اواخر عمر نیچه خواهرش از او مراقبت می کرد که او هم حداکثر استفاده را از عواید فروش آثار او برد. نیچه در 10 سال آخر عمرش عملاً مجنون بود. در سال 1869 نیچه شهروندی پروسی خود را ملغا کرد و تا پایان عمرش بی سرزمین ماند. او در حالی که در آلمان، سوئیس و ایتالیا سرگردان بود و در پانسیون زندگی می کرد، بخش عمده ای از آثار معروف خود را آفرید. لانگ آکبام در کتابی که در محکومیت نقش نیچه در فلسفه نازیسم نوشته بود، مدعی می شود که زمانی عصب‌شناسی برلینی به او گفته که نیچه در روسپیخانه‌ای واقع در لایپزیگ وقتی که دانش آموز بود خود را گرفتار سفلیس کرده و به خاطر این بیماری توسط 2 پزشک لایپزیگی تحت درمان قرار گرفته است. به طور عجیبی این خبر واحد که نیچه سفلیس داشته و در کتاب اساساً مشکوک و غیر معتبر لانگ آکبام مطرح شده بود به کرات مورد استناد
قرار گرفته است. نیچه در 25 اوت سال 1900 در وایمار درگذشت. نیچه یکی از نمونه های عالی خردمند بینای دیونوسوسی خود را در حافظ میابد. نام حافظ 10 بار در مجموع آثار وی آمده است. سپاس از همراهی شما مهربانان. لطفاً نظرات و پیشنهادات خودتونو برای ما کامنت کنید. تا درودی دیگر، بدرود.